حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از مشاهیر نه تنها مشهد و ایرانه، بلکه تموم دنیاه. همی که الان مو تو داریم با هم فارسی حرف میزنیم و مدیون اویه. کم چیزی نیست امو جان. البته فقط فردوسی نبودا، ما کم نداریم از این آدمای بزرگ توی مشهد. ولی خب فردوسی دیگه یک جورایی خیلی بزرگه. اصلا به نظر ما مشهدی ها هر جا که برن، تو هر رشته‌ای که بشن، یک جور سرآمدن. از سینما و تلویزیون بگیر تا موسیقی و ورزش. این جمله‌های همیشگی عمو غلامه. قبل ای که بخه شاهنامه خوانیش رو شروع کنه. عمو غلام مثل خیلی از پیرزنا و پیرمردای مشهدی مرید فردوسی حساب میشه. ما عمو غلام صداش میکنم، اما اسم واقعیش غلام رضاه. راننده تاکسی بود. سواد آنچنانی هم نداره، اما راه و رسم مردانگی رو خوب بلده. اینقدر محکمه که میشه آدم بهش بگه کو. یادم نمیره یک روز گرم تابستونی بود که من سوار دوچرخم داشتم ادای ورزشکارای خیلی خفن رو در می آوردم. یک جوری رکاب می‌زدم که با چند تا رکاب دیگه میتونستم طلای المپیک رو بگیرم. تو همین حال و هوای خودم قدتمو خوردم که یکی از بچه‌ها دنبالم دوید و صدام کرد: محمد جواد، مادرت کارت داره. برگشتم خانه، با چشمای سرخ مادرم مواجه شدم. چانه‌هاش می‌لرزید و گفت: بیا تو. حاضر شو، بابا داره میه خانه. باید بریم خانه عمو غلام. هوری دلم ریخت. گفتم چی کار رفته؟ بغض مادرم ترکید و گفت: محسن. دیگه فهمیدم چی شده. محسن اسم پسر بزرگ عمو غلامه. یک دختر 6-7 ساله داشت که عین او فرشته ها بود. چند وقت قبل محسن آمد دم در خانه ما با همه خداحافظی که دو ازمون حلالیت طلبید. داشت میرفت سوریه. خوب یادمه که مامو گفت یره خورده بودی خیلی مزدم تا حلال کو. مایم گفتم مف که نمیشه، شرط داره. برو دشمنا رو نفلک و زود برگرد، او وقت حلال یره. مو مادرم حاضر شدم. بابا از راه رسید، به سمت خانه عمو غلام حرکت کردم. تو راه مادرم گریه میکرد و پدرم سوره حمد رو میخوند. به یکی زنگ زد و گفت: سلام داداش، خوبی؟ یه پرده بزرگ ما خواهم، میتونی 2-3 ساعت برسونی بهم؟ روش بنویس: محسن جان، عمو جان، شهادتت مبارک. رسیدم دم در خانه عمو غلام. مردای محل جمع شده بودن. بابای موره که دیدن انگار یکی بهشون مجوز گریه با صدای بلند بلند داده بود. اما خبری از عمو غلام نبود. دویدم به سمت خانه. وارد خانه که شدم عمو رو دیدم. دقیقا مثل یک کوه، با صلابت و استوار. اتاق نشسته بود. قرآن دستش بود. داشت قرآن خیسی میخواند. رفتم کنارش نشستم. میشنیدم که میگفت: عزیز بابا، رستم بابا، خوش به سعادتت. خانه 8 در زمین گیر کردی. خدا رو شکر بابا. نگران زن و بچت نبشی یا بابا جان؟ خودم نوکری شارم کنم. کاش مویم مثل محسن بودم. قبطه خوردم. بغضم ترکید. از شدت گریه شانهام تکون مخورد. عمو دستش رو پاهام گذاشت. قرآن بوسید و بست. از حفظ مخاند: سر جاودان را بکندم زتن،
ستودان ندیدند گور و کفن، زبند گران بردمش سوی تخت، شد ایران بدو شاد و او نیکبخت. از آن پس ببندم کمر بر میان، چنان چون ببستم به پیش کیان، همه روی پالیز بی خو کنم، ز شادی تن خیش را نو کنم. چو تو شاه باشی و من پهلوان، کسی را به تن در نباشد میان.